گل‌های جاویدان، برنامه شماره 128. هنرمندان به ترتیب عبادی، کسائی، تجویدی، بنان، ورزنده و افتتاح. صحبت از حکیم سنایی غزنوی است و استاد معزز دکتر لطف‌علی صورتگر سخنانی درباره مؤسس مکتب شعر عرفانی ایراد می‌نمایند. استاد خود خواستار آن شدند که گفتارشان با آهنگی توأم باشد. شاید استاد عالی‌قدر را نیز عقیده بر این باشد که شعر و موسیقی را سرچشمه یکی است و دل منشأ الهام هر دو. هوراس که بزرگترین سخنسرایان روم کهن است، در منظومه مشهور خیش گفته است که شاعر باید در هر یک از آثار خود وحدت حال داشته باشد، بدین کیفیت که اگر سخن از عشق و مهجوری و مشتاقی میگوید و بار جدایی دلبند پشت او را خمیده ساخته ناله سوزناک میکشد و آتشی که در سینه خیش افروخته دارد عالمی را میسوزاند، باید گفتار حکیمانه و پند و اندرز و موعظه و نصیحت را به کناری نهد و هرگاه به دنیا پشت پا زده جهان فانی را از دیده مرد سرد و گرم روزگار کشیده که سمند عمرش از تکاپو ایستاده است می نگرد و جنگ و صلح و عشق و علاقه و بغض و عناد مردم گیتی را خیالی و خوابی می داند، سخن از عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت شایسته و برازنده او نخواهد بود. همینطور جوانی که خیشتن را در زی پیران در آورد و مانند آنان به تعلقات حیات با بی‌اعتنایی بنگرد، مانند پیری که بی‌شرمانه جوانی کند و هر ساعت دل از تاب و تپش افتاده خود را در گرو عشق دلارامی نهد، مایه ریشخند صاحب نظران بصیر خواهد بود و آثار تب و تراوش ذوق هیچ یک را در دل سخنشناسان تأثیر نیست، چرا که گفتارشون از دل بر نخواسته و از همین نظر در دل دیگران نخواهد نشست. کمال سخن شاعر رومی را در آثار حکیم ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی، شاعر بزرگ سده ششم هجری، میتوان یافت و در تتبع دیوان قصائد و غزلیات وی میتوان دو سنایی مختلف را با افکار و ارمانهای متفاوت مشاهده کرد. یکی سنایی جوان که در دربار مسعود پسر سلطان ابراهیم غزنوی و بهرام شاه و اوایل فرمان فرمایی سلطان سنجر سلجوقی میزیسته و با درباریان و مردم رامش طلب حشر آمیزش داشته و در عشق مجازی جسور و بیپروا بوده و از رسوایی نمی هراسیده و حتی انگوشت نما شدن در این سرگرمی های جوانی را مایه افتخار و مباهات خیش می پنداشته است. دیگر سنایی سالخورد صاحب حدیقه که نهیب افسان مانند لایخار گلخنتا او را منقلب ساخته و از جهان و فریبندگی های آن اعراض کرده، با تزکیه نفس و صفای ضمیر و گردش در جهان حقایق و عرفان روزگار گذرانده است. از اشعار دوران جوانی او شراب می چکد و زیر باروخان سمرقندی را به نظر صاحب نظران می آورد و دل آدمی را به وسوسه تمتع از اون چه حیات را چاشنی می بخشد می کشاند و جهان مادی و لذائذ جسمانی را دلانگیز جلوه می دهد. ای ازل دایه بوده جان تو را، و ای خرد مایه داده کان تو را، از برای خمار مستانت نوشدان کرده بوسدان تو را، از برون تن تو بتوندید از لطیفی درون جان تو را، ای وفا هم اینان عنای تو را، و ای بقا هم نشین نشان تو را، نافرید آفریدگار مگر جزیان مرا زبان تو را، چند زیر لبم دهی دشنام تا ببندم میان زیان تو را، می بدون آریم که برخیزم بوس باران کنم
لبان تو را. یا این غزل: ای قوم مرا رنج مدارید، علالله دلدار مرا پیش من آرید، علالله گر هیچ زیادی نهمی بر لب او بوس، یک بوسه به من صد به شما آرید، علالله آن خم که بر او مهر مغانه است نهاده، الا به من مغ مسپارید، علالله. یا این غزل: ای من مه نو به روی تو دیده، وان در تو به ماه نو بخندیده، تو نیز زبیم خصم اندر من، از دور نگاه کرده دزدیده، کی باشد کی که در تو آویزم، چون در زر و سیم مرد نادیده، تو روی مرا به ناخنان خسته، من دولب تو به بوسه خواهیده. شوق و شور جوانی و التهاب و مستی در دل شاعر جوان لبریز است که قطراتی از آن از نوک خامه‌ای وی بر صفحه می افتد و کتاب و صفحات و نویسنده و خواننده را به رقص و طرب می آورد. با این همه طبع بلند و پخته و ورزیده او در انتخاب الفاظ عذب و گوارا و دستچین شده خرق عادت می کند و مانند بهترین رامشگران پایکوبی و دامنفشانی را در هر بیت تونتر و سریعتر می سازد تا ما را در گردش دوارنگیز زیبایی مست لذت و شادمانی بسازد. اما سنایی کهنسال همونقدر که در تجربه و مشاهده فراز و نشیب روزگار و پرواز در آسمان حقایق استادتر شده، همونقدر هم سمند آرزویش از تکوتاز افتاده و اصلا با داشتن آرزو دشمن است که می فرماید: آرزوها را فروشو ایم از دل، کارزو شیوه آبستنان است و نما آبستنیم. این سال خورد زنده دل دیگر در پی لذائز مادی نیست، بلکه سخنش همه پند و اندرز و فکرش متوجه جهانی وسیع و بی پایان است که مادیات در آن از ارزش و بها افتاده، اون گوهرهایی که ارج و ارزشی دارند همان گوهرهای معنی و حقیقتند. در این دوره بهوری را که برای بیان افکار خیش برمی گزیند، بهوری است که بتواند بار افکار طولانی را بکشد و هرگاه چالاکی اسبان تیزتک را ندارد، مانند شتران مست پهنه معانی را با آهستگی و وقار در نوردد، چنان که در غرر قصائد او
این نکته به خوبی هویداست. در وصف این زمانه ناپایدار شوم بشنو که مختصر مثلی زد حکیم ما. در وصف این زمانه ناپایدار شوم بشنو که مختصر مثلی زد حکیم ما. گفتا زمانه ما را مانند دایه است، بسته در او امید رضی و فتیم ما. گرداند او به دست شب و روز و ماه و سال، چون دال منحنی الف مستقیم ما. گویی سفیه بود فلان شاید عرب مرد، چون اون سفیه مرد نمیرد حکیم ما. گوئیز بعد ما چه کنند و کجا روند، فرزندگان و دخترکان یتیم ما. خود یاد ناوری که چه کردند و چون شدند، اون مادران و اون پدران قدیم ما. سرگشته شد سنایی یارب تو رهنمایی، ای رهنمایی خلق و خدای علیم ما. ای دیدن تو حیات جانم، ای دیدن تو حیات جانم، نادیدنت آفت روانم. دل سوختم به آتش عشق، بفروز به نور وصل جانم. دردیست مرا در این دل از عشق، دردیست مرا در این دل از عشق، درمانش جز از تو می ندانم. تا گوش شبی شنید نامت، جز نام تو نیست بر زبانم. ای عشق تو بر دلم خداوند، من بنده عشق جاودانم.
دیدن تو حیات جان نادیدن آفت روان دل سوخته ای دل سوخته ای به آتش
دل سوخته ای به آتش بفروز تنور بس جانم یا عزیز منم خدا دردیس مرا در این دل از عشق در منش جز است تو می شبی شنید نامت جز نام تو نیست بر زبانم عشق تو بر دلم خدا من بنده عشق جاودانم Thank you.
ماه رویا در جهان آوازه آواز توست، کارهای عاشقان ناساخته از ساز توست. هر کجا نظمیست شیوا قصه های عشق توست، هر کجا نثریست زیبا نام های ناز توست. Thank you.
کجا نزمیست هر کجا نزمیست شیرین قصه های عشق تو هر کجا نسریست زیبا نام های ناز تو
باز عشق باز عشق جمله بازون را چو تیهو سکت هست عالی همت اون بازی که سید باز تاس گاید آی 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 صد هزاران دل فدا بادا صد هزاران دل فدا بادا دلی را کوزشت سال و ماه و روز و شب مشغول شاهد باز تو آی 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 هر کجا چشمی است بینا بارگاه عشق تو هر کجا گوشی است والا عاشق آواز تو Yo yo
جا چشمیست. هر کجا چشمیست بینا بارگاه عشق تو است. هر کجا گوشیست والا عاشق آواز تو گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران، گلی که هرگز نمیرد. شب خوش.